از ترس خدای چماق به دست به یزید پناه بردن، به ابن زیاد پناه بردن. آقا ابو عبدالله میخواد بگه ما که نیومدیم بکشیم، ما دنبال سر نیومدیم، ما دنبال دل اومدیم. یا ده بگه خدا مهربونه، من عشق خدا به من گفته برو خرج اینا شو، خدا دوستتون داره. از طرز خدای چماق به دست به یزید پناه بردن، به ابن زیاد پناه بردن. ببین از همین خدا ترسیدن و متنفر شدن و بریدن که اون جنایت ها رو کردن. اینا چرا هم مرگ فرار کردن؟ یعنی از ملاقات با خدا فرار کردن. مردم رو از مرگ و از خدا بترسون، برشون مدیریت کن، بگو حرف بزنی میکشن. خب بکش بکش. خب مگه چی میشه؟ اگه من مرگ رو ملاقات خدا بدونم، اول عشق و حال بدونم، کسی میتونه منو تهدید کنه؟ اگه کار دست خداست که ترسی نداره. قراره یه اکرم و اکرمین از من محاسبه کنه، از چی نگران باش؟ بابا حسین اومده بگه خدا مهربونه. بازا دلم بیقرار تو. امیرالمومنین چجوری بگه با ترس نمیخواد کسی عبادت کنه؟ عبادت با ترس فایده نداره. چجوری بگه امیرالمومنین؟ چون اصلا ترسی در کار نیست. یه مش اوهام داریم خودمونو میترسونیم. چرا خدا رو یه جوری معرفی کردیم که ازش بترسن مردم؟ جان بر لب آمده مومن کینه ای نیست، خدا هست، علی میبخشه، خدا نمیبخشه. در انتظار تو تا این عشق رو درک نکنی انگیزه برای ترک گناه پیدا نخواهی کرد. ترس به انکار میرسه، یه روزی میزنه زیر همه چی. مردم رو نباید ترسون از خدا، چون ترسناک نیست. قراره یه اکرم و اکرمین از من محاسبه کنه، از چی نگران باشه؟ من عشق خدا در دست این خمار غمه کریم. وقتی میتونه ببخشه ببخشه. خدام که اکرم الاکرمینه، قدرتم که داره ببخشه، کیسش هم که تموم شدنی نیست که. بدهی‌ها ما رو میتونه پرداخت بکنه، پس من نگران چی باشم؟ خب این ترس داره. در دست این خمار غم هیچ چاره. اگه من تونستم اون عشق به خدا رو درک بکنم، رابطه عشق و عاشقی که برقرار بشه، خود به خود احساس خوف و رجا میاد. عاشق همش نگران دل معشوقه، تو دلش چی شده؟ من عشق خدا. رابطه عاشقانه که برقرار بشه، حالا دیگه اون خوف و رجاها میاد، اون ناز و عشوه ها میاد، اون نگرانی ها میاد، دلهوره ها میاد. اون دلهوره ها ثمره عشق، میوه عشق. اونا نزدیک میکنه آدمو به محبوب خودش. جز باده ای که در قدم غمگسار تو. اما این ترسایی که ما ایجاد میکنیم بر اساس یه مش خزعبلاتی که خودمون درست کردیم، بر اساس یه مش اوهامی که داریم، این ترسا مردم از خدا دور میکنه. اینا حال مردم به هم میزنه. بابا رفته به بچه گفته اگه نماز نخونه خدا میزندت. این بچه حالش به هم خود همه چی. ترسی در کار نیست. ساقی به دست با نشسته رو سینه شو عبدالله حسین داره با ریشای آقا وزیر. ساقی به دست خمس پا نشستم.
آقا عبدالله تو گودال قتلگاه افتاده، غیر از امام معصوم عمق این فاجعه رو کسی درک نمیکنه، نمیدونن چه اتفاقی افتاده. نشسته رو سینه عبدالله الحسین، داره با ریشای آقا بازی میکنه. آقا فرمود که میدونی جد من کیه؟ آقا چی کار داری میکنی؟ بینه تو دلش چه خبره دیگه؟ میخوام دستشو بگیریم دیگه. آقا این آدم نمیشه. آقا بابام میدونی بابام کیه؟ این جانباز صفینه دیگه، ذکر و علی عباده. ببینه از محبت علی تو دلش چیزی مونده، دستشو بگیره. آقا این آدم نمیشه. آقا فهمون میدونی مادرم کیه؟ مادرم نمیشنست. آقا تو برای چی باید به اینا بگی من تشنم؟ یه اراده کنه یه قطره آب میده، دستشو میگیره. آرزو کنه کاش یه قطره آب میدادم، دستشو میگیره. آقا تو برای چی باید به اینا بگی من تشنم؟ زیریم با نفرین نمی کنیم. میگه نما اومدیم دست اینا رو بگیریم. خب این که داره سر شما رو میبره. میگه باشه، خب زینب هم آوردم آخه. دست و پا زدن منو دیدن، شاید هدایت نشن، شاید اسارت زینب رو ببینن هدایت بشن. یعنی اینا دست بردار نیستن، اینا اومدن دست ما رو بگیرن. حالا هی تو گرون فروشی کن. میگه باشه. میگه زینب هم نشد، رقیم هم هست. او من خیلی سرمایه دارم. بیچاره دل، بیچاره دل، من عشق خدا که غارت عشقش به باد داد. ای دیده خون به باد، ای دیده خون خدایی که حسین میشناسه. به خاطر اون خدا کوفیا وقتی که تیر به گلوی علی اصغر خورد، وقتی که هلهله کردن، خوشحالی کردن، خون زیر گلو گره با آسمون پاشید که بلا بر این کوفیا نازل نشه. چجوری بگیم این حرفا؟ چند بار اینا نیومدن برای پاشوندن دنیا، اینا نیومدن برای اینکه سر ما رو ببرن، اومدن دل ما رو ببرن. برای اینکه دل ما رو ببرن سیلی هم بهشون زدیم، گفتن یکی بزنیم و من با دلت کار. اگه همه اینام نتونست، میگه ببین یه علی دارم، علی ابن الحسین امام سجاد، قرار 40 سال کربلا رو زندگی کنه. میگه علی من هست، این علی ها همه شون علی هن. درسته علی اکبرم امیدم بود، گفتم هست دست امتو میگیره، درسته اونو اربن ارباش کردن، اما یه علی دیگه دارم که 40 سال کربلا رو زندگی میکنه. 40 سال امام حسین رو زندگی میکنه. آفتاب میبینه گریه میکنه، نوزاد میبینه گریه میکنه، آب هر وقت اومد وضو بگیره گریه کرد، هر وقت آب دید گریه کرد، آب خورد گریه کرد. حالا ابا عبدالله میخواد از مردم کوفه دستگیری کنه، چه کنه؟ سرمایه آورده. کیو؟ علی آورده با خودش. من خیلی سرمایه دارم. ای سایه سب کن که برایت به کام
ابا عبدالله الحسین لباس گرون قیمت تنش میکنه رو اون لباس کهنه، میگه زینبم خواهرم این لباسا غارت میشه، بذار این لباس قیمتیه رو یکی ببره به یه زخمی بزن. یعنی ابا عبدالله نگران غارت کننده لباسش هم از این کینه داره. ای سایه سب کن. آقا ابا عبدالله میخواد بگه ما که نیومدیم بکشیم، ما دنبال سر نیومدیم، ما دنبال دل اومدیم. بابا آن آرزو که در دل امیدوار تو. یعنی بابا یه جوری برو که دل به دست بیاری، دلا رو برا ما بیاری، دلا رو واسه ما احیا کنی، ما سر اینا رو میخوام چیکار کنیم؟ اربابتون دوستتون داره، مهربون، خرجتون کرده. از ترس خدای چماق به دست به یزید بنا بردن، به ابن زیاد بنا بردن.